جلسه 11 همه آموزش ستار از کتاب استاد ذوالفنون، صفحه 29، پوزیسیون سل. در توضیحاتی که در مورد پوزیسیون دادیم، درسی که پوزیسیون می رو توی تمرین ها به ما یاد میداد، گفتیم که مبنای نامگذاری پوزیسیون یا پوزیشن انگشت اول روی سیم اول هست. طبیعتاً وقتی پوزیسیون سل رو میخواد به ما یاد بده، پس انگشت اول منطبق بر نوت سل روی سیم اوله و با دو انگشت بعدی دو نوت بعد از سل که لا و سی هستن میخواد به ما یاد بده. تو تمرین اول میبینیم که میزان اولش نوت سل هست، قبلا یاد گرفته بودیم، اینجا با انگشت یک میخواد چون پوزیسیون سل هستیم. میزان بعدی نوت جدید میشه، نوت لا هست که با انگشت دوم از ما خواسته. در این تمرین سر نوت بین خط دوم و سوم حامل نشسته که میشه نوت لا. روی دسته ساز سه نخ بعد از سل، گفتیم اینا رو روی دسته بسته شده نخ میگیم، به خاطر اینکه با تعریف پرده و نیم پرده موسیقی اشتباه نشه. پس جای سل رو که بلد بودیم سه نخ بشمریم، زیرتر بکنیم، به نوت لا میرسیم که تو این تمرین با انگشت دوم از ما خواسته. میزان سوم تمرین نوت سی رو به ما یاد میده که سر نوت روی خط سوم نشسته. روی دسته ساز نوت سی هم سه نخ بعد از لا میشه. کنارش میبینیم یه علامتی گذاشته شبیه بی انگلیسی که به اون بمول میگیم. در بالای صفحه دقت بکنیم توضیحات داده. تا به اینجای کار نوتایی که یاد گرفته بودیم نوتای اصلی ستار یا نوتای دور میفا سولاسی، هفت نوت اصلی رو روی ستار یاد گرفتیم. یک سری نخ‌ها بین این نوتای اصلی بسته شدن روی دسته که اونا نوتای فرعی هستن که با کمک اسامی که بالای صفحه نوشته، دیز، بمول، سوری، کرون، اینا میتونن تغییر بکنن، بمتر بشن و زیرتر بشن. علامت‌های بمول و کرون صدای نوت رو بم میکنه. حالا تو این درس ما بمول رو داریم میبینیم. بمول که شبیه بی انگلیسی کنار نوت میذارن، بین ما و موسیقی غربی مشترک، تغییر نیم پرده ایجاد میکنه. تو بخش تئوری موسیقی که فاصله ها رو صحبت میکردیم، گفتیم که فاصله دوم که از یک نوت تا نوت بعدش میتونه باشه، تقسیم میشه به دو حالت، پرده و نیم پرده. فاصله تمام نوت ها از هم یک پرده است، به غیر از می تا فا و سی تا دو. این دو حالت نیم پرده ای هستش. یعنی فاصله نوت می و فا نیم پرده هست، فاصله نوت های سی و دو هم نیم پرده هست. بقیه نوت ها از نوت بعدشون یک پرده فاصله دارن. ما اگر بیایم فاصله یک پرده ای رو تقسیم بر دو تا نیم پرده مساوی بکنیم، اون نخی که وسط میفته صدای نوت زیرتر رو نیم پرده بم میکنه. این توی موسیقی فرضمون بر اینه که دو تا نیم پرده مساوی، ولی از نظر فرکانس تو فیزیک دقیقا مساوی نیستن، ولی ما تو موسیقی دو تا نیم پرده مساوی در نظر میگیریم که نخی که فاصله یک پرده ای مثلا ره تا می رو داره نصف میکنه میشه می بمول، یعنی نیم پرده بمتر از می. پس بمول رو به حالت پسوند میگیم بعد از اسم نوت. می، می بمول، سی، سی بمول. پس هر وقت بمول کنار نوت بشینه صداش رو نیم پرده بم میکنه. این رو نیاییم به شیوه شمارش یاد بگیریم، چون این یه حالت رایجیه که معمولا میان میگن مثلا دو تا نخ قبل از نوت می میشه می بمول. یه جاهایی به مشکل میخوریم، مثلا قبل از فا یک نخ قبلش نیم پرده بمتره که نوت می میشه، اینجا دیگه دو نخ نیست. پس نشموریم، تئوریشو بدونیم که بمول اومده فاصله یک پرده ای رو تقسیم بر دو کرده. تمرین اول خط دومو نگاه بکنیم، تو میزان اول کنار نوت سی بمول نوشته. یه بار دیگه میگیم که سل رو قبلا بلد بودیم، سه نخ بعد شد لا و سه نخ بعد سی. میایم میبینیم که نخی که این فاصله رو تقسیم بر دو کرده به اسم سی بمول معرفی کرده، یعنی نیم پرده بمتر از سی.
به سمت گوشی ها میریم، صدا بند میشه و برعکسش زیر میشه. کنار سی اول بمول گذاشته ولی کنار سه تا سی بعدی چیزی ننوشته. علامت تغییر دهنده مثل بمول تا آخر خط میزان اعتبار دارن، یعنی هرچی نوت سی توی همون میزان باشه تغییر بمول روش اعمال میشه. پس لازم نیست کنار تک تکشون بنویسه، که دقت کنیم گفتیم که تا آخر خط میزان، تو اون میزان همه سی ها بمول اجرا میشن. پس تمرین اول میزان اول سول، میزان دوم لا، میزان سوم سی بمول. به ترتیب کل تمرین رو پشت سر هم اجرا میکنیم. تمرین دوم روی سیم دوم اجرا میشه. تا قبل از این درس روی سیم دوم تا نوت دو یاد گرفته بودیم. گفتیم دست با سول، لا، سی، دو. پس دو زیرترین نوتی بود که روی سیم دوم تا به اینجا دیده بودیم. بعد از دو نوت ره رو داریم. روی این ستار که باش اجرا میکنیم که 25 پرده بسته شده، سه نخبت میشه نوت ره. روی بعضی از سازها که 28 پرده بسته میشن معمولاً 4 نخبت میشه نوت ره با انگشت اول، یعنی بهتر بگیم همون نخی که روی سیم اول سول صدا میده روی سیم دوم ره هست، اینطوری میشه واضح تر گفت. این ره رو تا به اینجای کار روی سیم اول اجرا میکردیم، اینجا بالا دسته. چرا رفتیم سیم دوم؟ به خاطر اون خط منحنی که زیر شماره یک نوشته که میگه این ره رو اینجا باید روی سیم دوم اجرا بکنیم. سه نخ بعد از ره می میشه که تو میزان بعد از ما خواسته، و یک نخ بعد از می هم فا میشه که اینجا با انگشت سوم خواسته. پس در کل تمرین دوم داره سه تا نوت جدید روی سیم دوم به ما یاد میده: نوت ره، سه نخ بعد می و یک نخ بعد میشه فا. اجرا میکنم تمرین دومو. اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم چیزی که تو این دوتا تمرین یاد گرفتیم و با هم مقایسه بکنیم، میبینیم که روی دسته ساز سه تا نخ دیدیم که این سه تا نخ روی سیم دوم شد ره می فا و روی سیم اول شد سول لا سی بمول. اگه دقت بکنیم اینا 6 تا نوت پشت سر هم هستن. اگه سیم دوم اول بگیم میشه ره می فا سول لا سی، که سی حالا بمول داره اجرا میشه. صفحه بعد رو اگه دقت بکنیم تمرینی به ما داده در صفحه سی که تمرین سوم باشه، میخواد ما رو مسلط کنه که از سیم اول به دوم بریم و برعکس از دوم به اول. کاربردش هم اینه که وقتی ما میخوایم چند نوت پشت سر همون رو اجرا بکنیم مثل ره می فا سول لا سی، به جای اینکه دستمون رو طولی روی ساز حرکت بدیم و از ره می فای سیم اول این بالا دسته استفاده کنیم، میتونیم از ره می فای سیم دوم استفاده بکنیم که نزدیک سول لا و سی بمول قرار میگیره. و فلسفه انگشت‌گذاری هم قبلا گفته بودیم اینه که تا میتونیم روی دسته به صورت طولی کمتر حرکت بکنیم که از ما انرژی کمتری بگیره و خطامون هم پایین‌تر میاد، درصد اشتباه پرده گرفتنمون هم پایین‌تر میاد. پس به طور خلاصه میگم که تمرین سوم رو هر چی نوت ره می فا میبینیم روی سیم دوم اجرا میکنیم و هر چی نوت سول لا سی بمول میبینیم روی سیم اول اجرا میکنیم که دیگه نیاز به حرکت طولی روی دسته نیستش. تمرین سوم رو پیوسته میزنم. Thank you.
همونجور که میبینیم لازم نیست کتاب همه نوتا رو شماره انگشتش رو بذاره یا همه رو به ما گفته باشه که روی سیم اول یا دوم. به ما سر نخ میده کتاب که بتونیم با تحلیل خودمون ببینیم که اون نوت رو سیم اول باشه راحت تر یا سیم دوم باشه که دیگه یواش یواش بتونیم تشخیص بدیم و نیاز به نوشتن کتاب نباشه. تمرین چهارم هم شبیه انگشت گذاری قبل که الان توضیح دادیم شروع میشه. در میزان دومش دومین نوت بالاش علامت انگشت صفر رو گذاشته که دوی دست باز از ما میخواد و بعد از اون به بالای دست میریم روی سیم دوم به این شکل. تا به اینجاش مثل تمرین قبول که توضیح دادیم، اینجا دو دستباز سیم اول و بعدش هم لاسی دو بالای دست سیم دوم. تمرین چهارم رو پیوسته اجرا میکنیم. به طور خلاصه میتونیم دسته ستار رو به سه بخش تقسیم بکنیم، بالای دسته، وسط دسته و پایین دسته. تا به امروز ما وسط دسته رو هم یاد گرفتیم، یعنی تمرین هایی که قبل از این درس داشتیم بیشتر مربوط میشد به بالای دسته و امروز وسط دسته رو دیدیم که تا نوت سی یاد گرفتیم که توی این درس از سی بمول استفاده میکرد. پیش درآمد قسمت دوم هم چیز جدیدی به نسبت تمرین هایی که تو این ویدیو توضیح دادیم برای ما نداره. خط اول نوتا روی سیم اول هم غیر از دوتا نوت آخر که روی بم اجرا میشه، خط دوم روی سیم بم هستن. خط سوم ترکیبی از سیم دوم و بم و خط آخر هم شبیه تمرین چهار، فقط به جای نوتای سیاه نوتای چنگو داریم. پس پیش درآمد قسمت دوم رو هم اجرا میکنیم. توضیحات وسط دسترم دادیم سیم‌های اول و دوم رو. بقیه درس‌ها رو در ویدیوهای بعدی پی می‌گیریم.